سلام با کل علاقمندان تلویزیونی سینما و یک سلامی خاصی دیگر هم داریم به همه اون افرانه که برنامه اسرار فیلم و فری رو پیوسته هر روز یک شنبه انتظار می شوند. طوری میدونید ما در نشرهای قبلی از فیلم های زیاده می گفتیم. اما باری اول از فعالیت جوان های قصه می کنیم که نفس نفس دلهاشون برای رشد سینمای وطن در تپیش است و کوشش دارند با فیلم های خوب و سرحد گذرشون فضای سینمای تاجیک رو باز هم پورا تر نمایند. یعنی در این نشر برنامه ما از فعالیت سوخت سینما و فیلمی با تازگی روی نوار آورده آنها سیاره رنگی وز می کند حرف می زنیم. دختری سیهون، کوسه، 12 سال انتظاری، تنگنو، پایمون و اخیران سیاره رنگ باز میکند. این روی خطی فیلم است که از روز اول فعالیت سوخت سینما برای دوستانی کینو پیشنهاد نموده است. محبت با کسب، از خود باقی ماندن میراث و دیدن تماشابین اختیاری زیاد در کینوتالار ها. این از آن چیزی که بچه های بوننگی سوخت سینما رو با پیش میبرد. امروز دوستان عزیز در این نشر برنامه فرصتی که در اختیار داریم کوشش میکنیم از چگونه روی نوار آوردن فیلم هنری سیاره رنگی باز میکند برایتون معلومات بدهیم. Киностудияи сухт синамо тақдим мекунад. Прошу знакомиться, Фарид Бахромович, генеральный директор компании «Мурод». Сергей Михайлович Прощин, руководитель концерна «Ватан». Добрый вечер. Аз созандагони филми «Тангно». Боз пиода меравим. А, боз вайрон шит. И этот тост я хочу поднять за своего наследника. Моего любимого и единственного сына. Он смысл моей жизни. Писали мы на сейческом пути на дождь. Рост! Рост! У мухаббати хакики подари ромедонист. Сайора Нунора. Номзет и Хуршет. Хуршет бы надо, чтобы Бог он одол мне шо. Я Боргушку, мам Молдара. И мам куда песта? Речь не идет о партнерстве. Мы хотим купить вашу компанию. Всю инфраструктуру. И я не продаюсь. چون فیلم با تازگی روی نوار آمده است و اکثریت درباره آن قریب که چیزی نمیدانند از این خاطر ما قرار دادیم اولا تریلری آن را برایتان پیشنهاد نماییم تا به مضمون کمی سرفهم روید و یا حداقل دانید که فیلم چگونه است. شما میخواهید که من فرید بهرامویچ را فروشم؟ ما میخواهیم که شما انتخابی درست کنید. خطی سوژه درباره دختر با نام سیورا قصه میکند که فرزندی تاجر موفق فرید را به قتل میرساند. قصاصی پدر از قاتل پسر، او میخواهد سیورا برای این کردار منفورش جواب بدهد، اما بعدا معلوم میشود این دختر یگانه میراث برای او را در بدنش به وای رسانده شده است. لواتن دنیای سیورا که اندیشه داشت نه همه مشکلی ها را با پول و مال میتوان حل کرد و خوشبختی صمیمی تنها دارای نیست، فرید را بیشتر به خود جلب نمود. او درک نمود که در تربیه فرزند خیلی سهلنگاری کرده و برای پسرش اصلا پدری خوبی نبود. او همه کار را انجام میدهد تا یگانه میراث برایش را به دست گیرد. همه مبارزه قصه از همینجا شروع می شود و تقدیر اینها را چنان به هم می آورد که اینها در بین کوه یک جای زندگی می کنند و از دنیای باطنی یکدیگر خبردار می شوند و در سیمای یک دختری دانشجویی که هنوز تجربه زندگی ندارد، قهرمان اساسی فیلم فرید که وی فکر میکرد تمام دنیا را دارد، وی فکر میکرد داراترین انسان روی زمین است، میفهمد که از همه کمبغلترین انسان هست، برای آن که ارزش های معنوی زندگیش خالی بود و در سیمای یک دختری 18 ساله وی برای خودش دنیای نو را کشف میکند. همین جذابیت خطی سوژه بود که از اول قربانی صابر مفتون و شهیدای این لایحه شد. فیلم نامه را خوندم، خیلی از فیلم نامه خوشم آمد، خیلی یعنی بند و بست و استخوان بندی و یعنی زد و خورد هایی که در فیلم نامه بود، یعنی به همه طلبات های فیلم سازی جوابگو بود و ما مثلا آدم در حال میگه که خدا آیا میسر میشه که
همی کار عملی شود. خوشبختانه یعنی مهلت های انتظاری من انجام شد، کار به جایی رسید که عاقبت یعنی سری صحنه رسیدیم و فیلم درداری شروع شد. انتخاب هنرمندان برای کارگردانی که علاقه دسته متحد خود را دارد کاری مشکل نافتاد. چندی سال است که مویدین مظفر قریب که با همین هنرمندان سر و کار دارد. برای ما انتخاب هنرمندان هم بسیار سخت بود، برای آنکه در این مدت کوتاه باید کارهای زیاد را به انجام رسونیم. باز هم مراجعه کردیم به همان هنرمندانی که باوریه که ما در یک دیگر را از یک نگاه، از یک جمله میفهمیم. برای همینم من فکر میکنم خطا نکردیم، از کاری هنرمندان در این فیلم قناعت بخش هستیم، هم تحمین رجب و هم قربانی صابر، هم خورشید مصطفیف، هم نورالله، هم تقوی مراد رازیقف، هم دلبر سلیمانو و کاری خودشون خوب به انجام رساندند. هنرپیشه و نطاقی خوشسیما و خوشصدا تامین رجب و بوریسیوم است که در سوخت سینما نقش میفرد. اولین مراتبه سال 2013 در فیلم پیمان دعوت شد و شناسایی او با محی‌الدین مظفر از همین جا خوبتر شروع گردید. بسیاری نفرانی که فیلم پیمان دیدگی هستند و فیلم درباره فیلم پیمان دیدگی هستند میدونن که چخیل موقتی محی‌الدین در صحنه جنگی سخت شدگی بودیم. یعنی که هم نو هم دیگر فهمی بود، فیلمی نو کی بود، نو هم دیگر فهمی بود. تو مرا گفتادی که گریه نکنین، گریه همش. من کم درباره گریه فقط. من خوب گریه نمیشم، تو یه پاستراف گفتم اشلازه. من درباره اون شما فهمیدی شدم که اپا نه تنها گریه بلکی پاوزه های وای تو مرد نه تو فردا فردا تو اجرا نکردی. آه اون طرف را فوتر به پاشه زد. خاراکتری محی‌الدین من آموختگی. برای من دیوانگی که در صحنه میکند این کارگردان یکون چیزی نو نیست. آموختگی است، یکون چیزی نو نیست. یعنی که وای داد میزد و یک چیز طلب میکند، برای من چیزی نو نیست که من واه گویم و قهر کنم و بروم و روم. یکون چیزی که همین بسیار مونده میکند عرس و همین دیوانگی محی‌الدین مظفر در صحنه کمی خسته میکند. هنرمنده، آدم، من نمیدونم دیگه کسانی، محض هنرمنده. اما در فرقی از تحمین رجب و قربانی صابر سختگیری های کارگردان رو فولی نگ میپندارد و او جنجال و مشکلی ها رو در میدان سب نفهمی های ایجادی عنوان میکند. وقتی که اینجیقی هنر به هنر میزنه رام میشن، یعنی یکیش در دیگریش آب میشه، یکی را فرض کردیم میفهمه دستی، یعنی وقتی که این بی عقلی ها سوی عقل میرن کار برد میکنه، فیلم سازی برد میکنه، هنر برد میکنه و ادبیات. یعنی همین خیلی بود، من نمیشمارم که خیلی اینجیقی سخت است، یعنی طلباتش زیاد است. بایدادونی شما چشماتون رو گریزون این مالی، من شکر این مالی، اگر هنگ بگیره من خیلی نگاه کرد، چشماش گریزون ما از تو رفتم، محیدون، نازه من رو دوشم تو از کوب میتلن خواهی، خواهی میگیری مرا، بین کرده بود، فلان کرده بود، فلان کرده بود، دیر ایجا آمد. در همون کلبه یک بحث بسیار شدید داشتیم با محیدین، یعنی یک جایی را کوتاه کرد، مثلا یک پاره را گرفت و این پاره را در کنار یک پاره دیگه ماند و شرش کرد و من موافق نبودم باش با محی‌الدین. اما برای آنکه محی‌الدین فهمه که این کارش نادرست است، یعنی ساعتها طول کشید که بعد فهمید. اما من حق بودم، امروز هم محی‌الدین هم میدونست که من حق بودم. چرا؟ یعنی این پاره بعدی از اوج میرفت، یعنی چیزایی در جایی که ما پرتافتیم محی‌الدین پرتافت نمی رسید در اینجا، برای این کمبودی داشت. من گفتم این کارا نکن، یا اگر میکنیم و باید کیم چی کار، خب دیگه یادم نیست. اما همین کفایه بود که ما نمیدونم تقریبا یک 3 ساعت بحث ما خیلی طولانی بود. در صنعت کیناسازی کارگردان رو اصلا و فریدگار فیلم عنوان میکنند و برد و باخت فیلم از استعداد و مهارت او خیلی وابستگی دارد. از این رو او در میدان سبز از همه دیده زیادتر مسئولیت حس میکند و گاه هنرمند میشود و گاه دیگر نوار بردار. گرفتیم دو تا تخم دیگر مونده دتال
باید درشی تو و کرده نشه. این تو همو گرفته اینجا اوارده نشه اینجا ستوب میتیم این خودش هم میگیریم دیتال دیتال میتیم شیش میپزن اینجا موندگیش هم میگیریم اینجا موندگیش هم میگیریم یکی دیگه کادر نشون میتیم که یا گلا پوخ با کسی مراجعت نکنید التیموس من دیدم نه دکترم فرو ترسوندی دکترم فرو ترسوندی است تو دی درون گفتی 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 درون منمی تو چی رو در نظر داری؟ تو چی رو در نظر داری؟ بسیاری ها برای نظرن که برای فیلم خوب حساب کردن پیش از همه مبلغ لازم است. قسم دیگر میگوین که نه فیلم نما و یا کارگردان خوب اساسی موفقیت فیلم شده میتواند. این همه تو نوار برداری، اما روند حساب مشکلی های از این هم زیادتر دارد. اگر اهمیت داده باشد ما با چیزهای نلازم همیشه روبرو میشویم، اما همان وقتی که آنها برای ما لازم میشوند پیدا کرده نمیتوانیم. و محیدین مظفر در ثبت فیلم مذکور عیناً با همین چیز روبرو شد. طور میدونید زمستان سال 2017 کم برف برآمد و این برای گروه اجدی تکنیکی فیلم مشکلی بزرگی بود، زیرا باید یک قسم فیلم در فصل سرما ثبت میشد. خوب وابسته به این و دیگر اصول نقش شده فیلم توجه شما را به ادامه برنامه جلب میکنیم. فیلم اساسا در شهر خوجند نوار برداری شده است، اما برای ثبت بعضی صحنه های دیگر گروهی کوری به دهه اوگوکی ناحیه دوشتیج و از آنجا به پایتخت کشور شهر دوشنبه آمدند. مکان ثبت در دل تاجیکستان کنسرواتوری ملی بود. راستین فیلم نزدیک 2 ساعت دوام میکند و در این مدت 4 فصل سال ایواز میشود. ما حالا از کوچانیدن تجهیزات های ثبت از این ابیکت به ابیکت دیگر، از این دهه به دهه دیگر و از این شهر به شهر دیگر نه، بلکه از برف میگوییم که از انتظار شدنش بعضی نفران در فیلم سهم داشته آن را خواب میدیدند. بعد از آن که مثلا قسمت هوای معتدل و هوای آفتابیش تمام شد، یعنی ما باید طوفان انتظار شدیم و تقریبا 2 ماه ما زیادتر انتظار شدیم و برف نبارید. متاسفانه من نمیدونم، حالا فیلم ببینیم بعد بقیهش را گپ میزنیم، اما اون طوفان یک طوفان شد، یک آمد و خیلی کم بود برای اون طوفانی که در فیلم ذکرش میره، خیلی کم بود و این مشکلی خیلی سخت بود. گپ سر مکان ثبت در دهه اوگوکی ناحیه دوشتیج می رود. در این مکان موفق خطی سوژه کولبای لازم بود، از این رو بچه ها اون رو خودشان ساختند. اینجا ها درادگه من اینجا و این کدام وقت تو ما برای سنوکه مخیر شده آدار می برود و پایین می بیند ماشین ها می بیاد در این پایین بود. من اینجا آنش سانی اونتا صرفه چه می شد من اینجا آین سال بلا می شد. بعد از چند روز بالای دیوارهای پخسا کلبه عادی و زیبای قامت افروخت و گروه بعدن به نوار برداری شروع نمودند. پس از ثبت صحنه های لازمه اکنون برایشون برف لازم بود، لیکن طبیعت با محیدین مظفر زبانیه کردن نتوانست. از این خاطر آنها مقصد گذاشتند صبح به شهرستان سفر نمایند و صحنه های برف را در آنجا ثبت کنند، اما صبح ایشان را توفه عجیبی از جانب طبیعت انتظار بود. خورسندی آنها حد و کنار نداشت. زمانی که برف بارید خیلی بهار شده بود
و اون برفی که تقریبا از یک وجب زیادتر بود در مدت یک یک و نیم روز به آب شدن سر کرد و این کار خیلی دهشتناک کرده بود. یک مشکلی کوچک دیگر فیلم که برای هنرمند قربانی صابر در کارهایش خلل می‌رساند ریش و مویلبی از معیار زیاد دویده‌اش بود. بچه‌ها پیوسته تاکید می‌نمودند که هنرمند ریشش را قیچی نزند، زیرا برایشان گذشت وقت را نشان دادن خیلی مهم بود. به فکر من که همه بچه‌ها بار اول پای پیاده قدم زدند و من هم. حتی خانم نازنین تخمینم بار اول دیگه هم وقت یعنی امکانی با ماشین آمدن بود، ولی ماشین اینجا نتونست آمدن. همین جایی که گفتیم این کلبچه نازنین ما و اطراف همه زمستانی پر برف و همون لحظه و همون حالتی را ما نگران بودیم که مثلا حالا فراهم آمده. تخمین رجب و غیر از مشکلی عظیمه که ما بعدتر اطرافش حرف خواهیم زد، باز در نواختن اسکریپت کنیز اذیت میکشید. خیالم با که همش آسان و همین یک چیزش پیده همیز کنید. بغیر از اونی که دوشنبه به کنسرواتوری برفته خوندم با... برای هرچی واقعی برآمدن بعضی صحنه‌های دیگر تیاگران از روهای گوناگون استفاده می نمودند. مثلا جوشیدن آبی ماشین را آنها با استفاده اسپند نشان دادند. تهیه‌گران با هنرمندان جلب کرده‌شان مشکلی نداشتند، زیرا آنها از دلخواه حالت به خوبی می توانستند رها یابند. در این سن اما آن وزنی، آن دردی که در حیات خودم داشتم به خاطر آوردم. و دیگر سهم نگذاشتم برای خیلی وزنی بود. در فیلم نقشای دیگر و تقای مراد روزیقف، عبدالمومن شریفوف، دلبر سلیمانوف، نورالله حق نظرف، خورشید مصطفایف و عمر علیف بازیدند. همچنین سراینده طالب اسماعیلوف باری اول نقش اساسی خود را با همین فیلم در سینما اجرا نمود. برایش اجرای ابراز خورشید یا خود دوستوری سیورا نصیب گشت. سیاره رنگ عوض میکنه. در سینمای جهان عملهایی که میتوانند به سلامتی خودی هنرمند ضرر بیارند نفرانی مخصوص با نام کاسکادیورها انجام میدهند. اما هستند هنرمندانی که یگان جزء نقش خود را به دیگری باور نمیکنند و آنها به همه مشکلی خود تو میورند. تخمین رجبوف نیز از عمره همین هنرمندان است و این با توکل او در سطح فیلم مذکور برایش مشکلی بزرگی آورد و او را حتی بیستری بیمارخانه نمود. اگر در این باره زیادتر دانستن میخواهید ادامه برنامه را تماشا کنید. صحنه یک صحنه تغییریابی قهرمان هاست، یعنی سیاره همیشه فرید رو بد میدید و در همین صحنه سیاره میبیاید و در این برفی بلند و در برفی بلند و یعنی سردی با فرید یوردن میدید، یعنی فرید هزیم میده میکند و سیاره هزیم های همون فرید میده کرده رو از بالا به پایان میفرارد. یعنی صحنه همین گونه است، یعنی تغییریابی باطنی دو قهرمان. مردم گفت که کمی امخل کنید اپا که پایتون گویا لات خورد و شما کمی افتیدید. خوب گفتم، من آماده شدم، از خودم اکنون گفتم همین چیز اجرا میکنم، اما من ندیدم که در پس پوچه من یک درختی کوتاه کاکو چخلی که در کوه میبراید کو درختی کوتاه 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 و برف بالاش پوشوندگی بود است، من ندیدم و همون لحظه گفتم کمی پوچم رو به همون ضرب میدیم میغلطم. همه خیلی شد که
پایم پیچید. من ندیدم که بالاش برف پوشیدگی بود. پایم در همون درخت پیچید. و افتیدن من خیلی تلخکف کننده بود. یعنی من پایهایم از بالای سرم رفت. این خیلی یک طرف یک نیم نی از بالای سرم رفت. من خیلی سخت جر شدم. افتیدم و خستم. هیچ مشکلی نی خستم از جویم. فهمیدم که اما خوب. خستم یک پوچه ما همش وای کردم و طرفی استاد قربانی صابر هم خیلی نشان دادم. یعنی همش خوب. در همینجا کارگردان گفت ستوب ستوب. برای چی شما خیلی نشون میتید؟ خیلی نشون نتید. این ستیلی ما نیست. این چی این چی؟ باید شما خیلی نشون نتید. گفتم خب چی باید کرد؟ گفت یک بار دیگه از سری نو. میتونه اجرا کرده. اما تکراراً اجرا نمودن این عمل برای هنرپیشه خیلی گران افتاد و او راه گرفت سوی بیمارخانه. انا این دفعه غلطیدنی من بسیار غلطیدنی بدترینه که به سلامتی من درد آورد و بدن من جراحت آورد همین بود. دیگه خیلی شد افتیدنم. خب چی کنم؟ پایم باز به همون درخت کوتاه پیچید. این دفعه همین خیلی با عینان پوچم از بالای سرم رفت. من خواستم چخلی که یکم بر بود همین خیلی کنم. لیکن نشد. و همین کتفی راستم بین ستون مهره و بین کتفی که این خیلی کمتر قد شده گست. به زبانی روسی میگوین لپاتکا. همونجا قرص گفت. وقتی غلطیدم من اینا حس کردم. لیکن من باید که تا آخر خسته نقشم رو اجرا میکردم. همون کتف دنگ زد. همی اوزو من شنیدم. یعنی قرص بودین. قرص. و من تمام شتم با جای خود بشتم که اگر در همین لحظه سری تامین میزد چی میشد یا ستون مهره تامین میزد چی میشد. یعنی این یک حالتی بسیار وای بود، نگران کننده بود. و من تا اون لحظه که تخمینه از جای خود خستن، من در خودم نبودم. خستم و همین طرفی استاد قربانی صابر بود. من هزومه میگرفتم و خیلی نگاه کرده خندیده می ایستادم و تا رژیسور ستاپ گفتنه. همین خیلی ایستادم. همین ستاپ گفت پرت افتم هزومه و گفتم بچه ها من چیکاری کردم. بعد آمدن چی 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 من گفتم به فکرم همجا بای سخت گرفت. جراحت سخت گرفت گفتم. قرص گفت و دستم علاکه بلو کده نمیتونم. تمام گروه از چنین رنگ گرفتنی کار در حیرت افتادند تا حده که چی کار کردنشون رو نمیدونستند. پیششون دو راه بود. از دست دادن برفی که آن رو چندین ماه انتظار شدند و یا تبوبت هنر پیشه. اما تخمین رجب و ادامه ثبت رو خواست. شونایلت خورده خود رو او با کمک زن طبیبان دهه با اصول های طبیعی تبوبت کرد. من میدونستم که اگر حاضی من کاری نکنم یکون کاری خوبی نکنم تبوبتی من آمدم پس باز یکونیم سال دیگه عذاب میکشم لیکن اینجا نزدیکی ستون مهره است یعنی اوکال و دیگر کار کردن بسیار مشکل است من گفتم که در دهه شما هست همین کمپیرایی که شکسته بند و من همین رگمول و همین خیلی آدمایی که همین چیزای تبوبت میکنن گفتن هست گفتن فایرود کنید در ساعت 11 شب و یافتن از خانهش بیچوره بیدار کردن آوردن روغنی زرد تاجیکی گفتم روغنی زرد بیارید همینم باز تجربه من گفتم چه خیلی روغنی زرد اگر روغن دیگه بیارید گفتم نه روغنی زرد بیارید آوردن در یک پیاله گرم کردیم و همون زنی رگمول یک و نیم ساعت با درد و گریه من نگاه نکرده گفتم اپا من دادم زنم گریه هم کنم که حوار کنید همین چیزا برورید بعد همونو رگمالی کردن. همون خونه این طرف اون طرف کرده کمی تبوبت کردن. لذخوری های تخمین رجب و در فیلم های محیدین مزفر این اولین مراتبه نبوده است. طرف نواربرداری فیلمی 12 سال انتظاری نیز قریب که چونین حادثه روی داده بود. هنرپیشه هنگامی چسبیش با قهرمانی خوشید مصطفایف از انگشتی پایش ضرب برداشت و این برایش خیلی گران هم افتاد. وقتی که من آمدم بالنیچه همینجا تبابت کنی دکتر گفت که تو خطا کردی تو باید که در همون لحظه میرفتی یا فیزیوتراپی میگرفتی یا این باید که انگوشتتا مساج میکردن به خاطری که ان همون خونی که جمع شد یعنی که همون سسودی که کفید همون باید که مساج کرده همون خونش حوار میکردی که جمع نمیشد همون خون سخت شده رنگ استخون زیادتی شد و یک و نیم سال لازم شد که به هوای بی جراحی از بدن من نیست کنه تا
تحمینه رجبوه میگوید پس از انجام سب من تا 6 ماه شانه خود را در بیمارخانه تبابت کردم، اما با وجود همین قدر مشکلی ها و تبابتگیری های هنرپیشه سنه مذکور را در فیلم جای ندادند. من میدونستم که این بسیار بجونم خطر است، من میدونستم، اما من خواستی کارگردان را بجا آوردم، اجرا کردم. تا این لحظه ای که من میدونم همین لحظه ثبت فیلم در فیلم نیست. یعنی که من عذاب کشیدم، من اجرا کردم و دویم بار طلبی که از من کارگردان کرد با جا آوردم، اما تا این لحظه ای که من میدونم محض من همین دوبل نیست در فیلم. عموما این دوبل نه، عموما همین غلطیدنی افتیدنی من نیست. و در همین لحظه من به خودم سوال میتیم که من نمیفهمم چی من چی گپ زنم. من خیلی امید نداشتم از کارگردان. حیاتی کوری در فیلم سیورا رنگی واز میکند عبارت از متخصصان حرفه‌ای و جوانان صاحب ذوق. امثال خود کارگردان محی الدین مظفر، پرودوسر دلاشوب عارف‌زاده، مؤلف بختیار کریموف، دایرکتور فیلم اسیم عارف‌پور، نواربردار تایگر دوران واسیدی و چند دیگر بودند. فیلم با دستگیری رهبریت ولایت سوغد و صاحب کرون و سرپرستان وطنی روی نوار آورده شده است. فیلم مذکور از ماه سپتامبر سال 2018 در پرده کینوتالارهای وطنی پیدا شد و تایگر و نقشه دارند آن را بیرون از کشور نمایش بدهند. نزدیکترین نقشه های سوخت سینما این نه اینکه فیلم برداری است، بلکه نمایش دادن فیلم های سوخت سینما در تمام جمهوری، در شهرهای روسیه، در شهرهای سمرقند و بخارا، در تاشکند. برای آنکه الکی سیوم فیلم می شود که روی اکران اومده است، اما تمام جمهوری از این فیلم ها دیدن نکردن. یعنی نقشه شش ماهه آینده ما هرچی زیادتر فرا گرفتن تالارهای سینما، چی در داخل جمهوری چی در بیرون از آن. ما میخواییم بزرگ ازبکستان هرچی قدر زیادتر فرا گیریم، چون منتالیتت، خواهش ها، فهمش ها، پرابلم هایی که اون مردم دارن، بله، با ما خیلی نزدیک هستن، قرین است. از این خاطر ما میخواییم اون فیلمی که من باور دارم در بازار ازبکستان هم خیلی موفق میشد، فیلم های ما، برای همین ما نقشه داریم که بازار نو هم برای خودمون باز کنیم. روی کار آمدن چنین فیلم ها در دل بیننده سینمای تاجیک شعله امید فروزان میکند و ما به آینده نیک و درخشان سینمای وطن باز هم امیدی بیشتر پیدا میکنیم. بچه ها برای این کوشش دارند و آنها تلاش میکنند تا با در آینده با کینوتالارهای خارج فیلم های برند که از تماشایشان حس افتخار در آنها پیدا شود. میرسد روزی که همه از جای برخواسته برای سینمای تاجیک کف میکوبد. برای این از ما تنها دستگیری تایگرانی تاجیک لازم است. دستگیری ما چیست؟ دستگیری ما تنها تماشای فیلم های استحصال نموده آن هاست. دوستان عزیز، اینجا برنامه نوبتی از روی فیلم آفری به انجام رسید. برنامه رو من اکبر یور و جمع همکارانم برای شما آماده کردیم. تا دیداری بعدی. سربلند باشید دوستان.